با درودهای فراوان سپاسگزار از اینکه ما رو همراهی میکنید. به هر حال هم دنیای فوتبال، دنیای ورزش در این روزها بسیار خبرهای تقریبا خوشحال کننده ای داره، از اینکه یه مقدار دارن تماشاگرها برمیگردن به ورزشگاه ها. و خب در همین حال یوفا اعلام کرده که یکی از بدترین سالهاش بوده. اتحادیه فوتبال اروپا نزدیک به 9 میلیارد یورو زیان برای فوتبال اروپا به وجود اومده، همین بر اثر این بیماری همگیر کرونا. و در 55 کشور اروپایی 55 قهرمانی و حالا خواستار این شدن که کمربندهای خودشون رو محکم بکنن. این فوتبال اروپاست. آیا در فوتبال ایران، در فوتبال واقعا بی سرانجام آشفته بزن بزنه ایران هم این کمربندها باید محکم بشه؟ فوتبال دولتی به حال چراغ سبز دولت فرانسه برای بازگشایی رستوران ها، میخانه ها، موزه ها، سینما ها و تئاتر ها با استقبال پرشور مردم روبرو شد. به خصوص جلوی سینما ها مردم صف بستن بعد از 6 ماه تعطیلی به دلیل همین بیماری همگیر. به حال این بازگشت تماشاگران به ورزشگاه هم از 9 ژوئیه تقریبا 20 روز آینده نزدیک به 14,000 تماشاگر میتونن در مسابقه در ورزشگاه ها شرکت بکنن، بیان تیم هاشون رو تشویق بکنن. البته باید کارت سلامتی داشته باشن برای این ورود به ورزشگاه ها. بازگشایی سالن های ورزشی و استخرها 9 ژوئن نزدیک به 20 روز دیگه پس از 9 ماه تعطیلی. به حال در رویدادهای فوتبال در اروپا پاریس سن ژرمن در استاد دو فرانس 14 جام حذفی تاریخش رو برد. همینطور یوونتوس که فصل بعدی رو گذرانده بود امسال موفق شد به حال یه مقدار از فصل خودش رو نجات بده و مورد استقبال روزنامه‌های ورزشی ایتالیا قرار بگیره. به حال به رهبری آندرا پیرلو یوونتوس موفق شد امسال 2 جام ببره، ولی این جام حذفی توانست یه مقدار واقعا وضعیت امسال یوونتوس رو بهتر بکنه. کوریر دلا سرا نوشت که پیرلو 2 تیتر و به حال جشن مردان راه راه پوش. توتو اسپورت نوشت کوپا یووه و گازتا دل اسپورت هم به حال نوشت که آتلانتا رو شکست داد 2-1 و بار دیگر بازگشت به روزهای خوب. امیدواریم به حال این باشگاه های بزرگ اروپایی حالا غیر از اون لیگ برتر که میخواستن دنبال بکنن و نشد خوشبختانه، ولی اینها ستون های اصلی فوتبال اروپان و شاید دنیا. به حال بسیاری از بازیکنان و چهره‌های بزرگ دنیا از آمریکای لاتین تا آسیا تا هر جای دیگه در این تیم‌ها بازی می‌کنند. اما بزن بزن در دربی سرخابی‌ها رویدادهای پرسپولیس و استقلال و سپاهان محرومیت و جریمه سنگینی هم از نظر مالی هم از نظر بازیکنان که چند بار محکوم شدن که بازی نکنند. به حال واکنش علی کریمی رو همراه داشت که نوشت خادم فوتبال از این راه جریمه کردن داره بعد خودش درآمدزایی میکنه. استقلال پس از شکست در دربی با پیروزی بر زوباهن به 1/4 پایانی جام حذفی رسید که به حال یه مقدار این شکست دربی رو میتونه فراموش بکنه. بعدم خب این مسئله یک عکسی هم به شما نشون میدیم از آقای مسعود سلطانی فر به اصطلاح وزیر ورزش که کارش در نهادهای امنیتی و سرکوب بوده و حالا ناگهان وزیر ورزش کشور شده. در این عکس نشون میدن که آقای مسعود سلطانی فر برای اینکه ثابت کنه فقط امنیتی نبوده و جایی هم در ورزش داشته، داره در کنار اون همراهانش که با علاقه دارن به اون نگاه میکنن یه توپ رو شوت میکنه با اون شکم گنده. و به هر حال این نشون دهنده اینه که ورزش ما
به چه صورتی افتاده. ورزش فرانسه مثلا خانم مارسینیو قبلا دو بار قهرمان المپیک شده، یا تمامی کسانی که وزیر ورزش میشن در فرانسه یا در جاهای دیگه همه سوابق بسیار خوبی داشتن. در انگلیس مثلا یک قهرمان عالی قدر دو میدانی رو مدت‌ها همه کارهای ورزش کردن. اما به مناسبت برپایی بازی‌های المپیک توکیو، هرچند با این مشکلات کرونا که اواخر ژوئیه یعنی 23 ژوئیه 1 مرداد مراسم گشایش بازی هاست، از این پس در این برنامه تا روز گشایش بازی ها رویدادهایی رو به شما ارائه میدیم که فراتر از چارچوب ورزشی و همچنان در تاریخ ورزش ثبت شده. یکی از اونها 16 اکتبر 1968 بود. تامی اسمیت و جان کارلوس در بازی های المپیک مکزیکو در دوی 200 متر روی سکو رفتن، اما این دو مرد مشت‌های خودشون رو با دستکش سیاه بالا بردن به نشانه اعتراض به تبعیض نژادی به سیاهان و اوضاع آفریقای آمریکایی ها در اون کشور. این حرکت در تاریخ ورزش جهان به ثبت رسید. متاسفانه ساندرو پول، داور مجارستانی فوتبال، چهره ماندگار و آشنا برای ایرانیان، در سن 65 سالگی به بیماری کرونا، به همین ویروس لعنتی خاموش شد. کسی که بازی خاطره انگیز ایران و استرالیا رو سود زد، مقدماتی جام جهانی 1998 که به هر حال اون اتفاقات واقعا جالب افتاد، مردم به خیابون اومدن، پایکوبی کردن، رقص کردن و تمام اون پنبه های رژیم رو برای روزخونی و برای سینه زنی و عزاداری برهم زدن. به هر حال او همین آقای ساندرو پول استقلال پرسپولیس رو هم در 1374 داوری کرد، نتیجه 3-1 به سود آبی پوشای استقلال. اما این روزها خب به هر حال خبرهای مهم فوتبال ایران بیشتر بزن بزنه. اما جواد نکونام ملی پوش و کاپیتن و دستیار کیروش و حالا مربی فولاد خوزستان، رکورددار بیشترین بازی با پیراهن ایران 151 بازی در مسابقه‌ای، به جای اینکه بیاد با مهر و محبت شاگردانشون رو برای راهنمایی بکنه، با حرکت زشتی به یکی از بازیکنان اونم جلوی دوربین ها به صورت او میزنه و به هر حال این کاریش کرد یک مربی خوبی که به هر حال باید به قول اون شعر معروف درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، اصلا شباهتی به اون نداشت. مربیانی هستن که به ویژه در فوتبال با طلا معاوضه میشن، مربیانی که به هر حال واقعا هم پدر هستن، هم مربی هستن، هم دوست نزدیک بازیکن هستن. باید یه مقدار این مسئله، البته الان جو فوتبال ایران این چیزها رو میبینه، همونطور که در این دربی استقلال و پرسپولیس بازیکن‌ها در اواخر بازی به جان هم افتادن و بزن بزن، اون هم جلوی دوربین‌ها. به هر حال این مسائل هستش در فوتبال ایران، امیدوارم که روزی تموم بشه، اما نه در دوران این رژیم، نه به جمهوری اسلامی. همراه علی کارگردانمون با همه شما بدرود میگم، امیدوارم روز چهارشنبه آینده باز هم بیننده این برنامه ما باشید. روز خوش.